بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. غنچه دیگر عیان شد در گلستان ولا، شد مدینه نور باران و زمین شد با صفا. جشن میلاد نقی آن مظهر پاکی و صدق، هم ولی الله هستی هم امام و مقتدا. کوکب حق و حقیقت سر زند از کوی او، ماه رخشان را سزد در وصف او گوید سنا. گاه گاه شادی و جشن و سرور اهل بیت، هم غدیر خم رسد هم زاده شد ابن الرضا. نام نیکویش علی و کنیه اش چون مرتضی، چون ید الله دست حق و چون علی مشکل گشا. صلی الله علیک یا علی ابن محمد الهادی ابن رسول الله. سلام عرض میکنم خدمت یک و یک شما بینندگان و سروران گرامی، همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی. تبریک عرض میکنم خدمت شما بزرگواران، شام میلاد با سعادت امام هادی علیه السلام را، و از خداوند متعال خواستاریم که نام ما و شما عزیزان را در زمره شیعیان و محبین واقعی حضرتش انشالله ثبت و ضبط بگرداند. در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده، و در محضر سرور عزیزمان هستیم، حجت الاسلام و المسلمین آقای رسولی. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشین. درود خداوند بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و همراهان همیشگی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جور و صحتمند، موفق و پیروز باشید. ایام بکامتان باشه. شام ولادت حضرت امام هادی علیه السلام هم محضر تک تک شما عزیزان تبریک و تهنیت و شاد باش عرض می کنم. امیدوار هستم که خدای سبحان توفیق زیارت این عزیز را در دنیا، زیارت قبرشان را و در عقبا شفاعتشان را شامل همه من و شما انشاءالله بگرداند. در خدمتتون هستیم و شما هم تبریک و تهنیت و شاد باش. خیلی خوش آمدید استاد محترم. و عزیزان ما شاید یکم دق شده باشن از پشت شما. هفته گذشته خب چون برنامه مناسبتی بود در شب شهادت بودیم و ما نتونستیم از محضرتان استفاده کنیم. سوالا همه تو دیگه آمده رئیسی، انشاءالله ببینیم چقدر توفیق میشه تا از محضرتان استفاده کنیم. خب بدون فوت وقت میریم سراغ سوالاتی که شما بینندگان عزیز مهربانی کردین و رایی کردین به برنامه خودتان. مثبت 992 93 4 نمبر آخر 0413. شان از بینندگان عزیز ما در کشور تاجیکستان هستن. پرسان کردن آیا خواندن نماز با آواز پایین برای مردها کدوم مشکلی داره دانه؟ همونطور که شما در جریان هستین جناب حسینی عزیز و بزرگوار، خب ما 5 نماز داریم که نماز به چند وقت میخونیم؟ 5 وقت میخونیم. از بین از این 5 نماز که در طول شبانه روز 7 رکعت است، فقهای عظیم الشأن شیعه از جمله حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرمایند که نماز صبح، نماز مغرب و نماز عشاء، این 3 نماز واجب است که مرد و کسی که به سن تکلیف رسیده و نماز میخونه، حمد و سوره از این نمازها را بلند بخونه، جهر بخونه و گونه ای که صدا به گوش کسی که اطراف انسانه برسه. بنابراین اگر شخصی عمدن نمازی که باید حمد و سوره بخونه بلند بخونه، به صورت چی بخونه؟ آهسته میخونه، نمازش باطله. ولی اگر از روی سهو باشه یا فراموشی باشه یا از روی ندانستن حکم مسئله باشه، اشکالی ندارد. اما نسبت به خواهرای بزرگوار بدر میفرمایند که خانم میفرمایند که اگر نامحرمی صدای خانما را نمیشنوه، این 3 نماز میتونه حمد و سوره چی بخونه؟ بلند و به صورت جهر بخونه. اما او 2 نماز دیگه ای که نماز ظهر و نماز عصر باشه، کلی ما کمپلت باید حمد و سوره به صورت چی بخونیم؟ آهسته بخونیم.
چه بانوان محترمه و چه آقایون. اما در بقیه از کار نماز مثل خدمتتون عرض کنم تسبیحات که تسبیحات باشه، ذکر سجده باشه، اینا رو ما میتونیم بلند بخونیم، مشکل خاصی در اینا نیست. برای خانم ها و بقیه از کار، البته خانم ها همو قید داره در جایی که کسی نامحرم صدایش نمیشنوه. بسیار عالی. مثبت 93-78 شانم براخر 56-10 بیننده محترم ما سوال کردن که یکی از دوستان قبلا اهل نماز بوده و عبادت بوده اما الان حرفای بسیار بدی میگه، عقایدش شاید کمی تغییر کرده و در قصه نماز و دعا و عبادت نیست. حالا سوالشون پرسن کرده چه چیزی ممکن است او رو عوض کرده باشد، یا درباره شخص شما چه پیشنهادی ممکن؟ خب خدمتتون عرض کنم که جناب حسینی، انسان در حال تغییر است از نظر جسمانی و از نظر روحی. همون رقم که بسیار از اوقات برخی از چیزها برای جسم ما ضرر داره، مثلا میوه فاسد شما میخوری یا غذای فاسد و شومانده میخوری، خب قطعا این غذا در بدن انسان ضرر داره، ممکنه باعث گرفتاری شود، بعضی وقت هم مسمومیت های بسیار شدیدی پیش میاد. این در روح و جان انسان هم رقم است. نشست و برخاست کردن با برخی از افراد، بله، گپش گوش کردن، بله، بایش رفت آمد کردن بد. در روح و جان و فکر و اندیشه انسان هم تأثیر چی میگذاره؟ منفی میگذاره. ای چه بسا انسان با نماز، انسان اهل دعا و نیایش و کمک به فقرا و مستمندان، اما یک مدتی با یک دین نشست و برخاست میکنه، 180 درجه تغییر چیه؟ جهت میده. یکی پس نشست و برخاست خودش انسان باید چیه؟ توجه داشته باشه. روایت هم الا ماشاءالله در این زمینه داریم که انسان نباید با هر رقم انسان نشسته برخواست کنه، که دیگه نمونه بارزش پسر نوح با بدان بن شد، خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف چندی پی نیکان رفت، مردم شد. یک نکته دیگر باید توجه کنه انسان و او ایست که مواظب خورد و خوراک خودش باشه. چی میخوره انسان؟ این لقمه را از کجا به دست آورده؟ این غذا از کجا به دست آمده؟ خمسش داده شده یا نداده شده؟ اگر زکاتی بوده، آیا زکاتی که حق فقرا و نیازمندان به او تعلق گرفته، آیا این پرداخت شده یا نه؟ که اگر پرداخت نشده باشه، وقتی که انسان میخوره حق فقرا و نیازمندانه، و وقتی حق فقرا و نیازمندان به شکم انسان رفت، قطعا تأثیر میگذاره روی روحی انسان، روی اعتقادات انسان. و نکته آخر که ما خدمت اینا عرض کنیم، فقط از باب تذکر این خود ما رو میگیم، در اصل گناه کردن است. چون ما روایت هم داریم از امام صادق علیه السلام، سلام آقا روایت داره که میگه که سفید دل انسان سفید است. ما کاغذ سفید نداریم که نشان بدیم، به هر حال کاغذ سفید داریم، میگه سفید دل انسان سفید است. اگر انسان یک گناهی انجام داد، خب میگه یک لکه سیاهی در چی میشه؟ ایجاد میشه. خب اگر توبه کرد و از در توبه در آمد، همونطور که دیدیم پنسل پاک است که پاک میکنه، بله، پاک میشه، محو میشه. خدای تبارک و تعالی بخیل نیست، میگه کسی که از گناه توبه کرده باشه مثل کسی که هیچ گناه انجام نداده است. یا حتی ممکنه که تبدیل شوه به حسنات، بله. ولی اگر میگه گناه زیاد کرد، سفید دل انسان کلا چی گرفت؟ سیاهی گرفت. بعد در روایت، در همون روایت داریم که این شخص دیگه هیچ وقت فلاح و رستگاری سراغش نمیاد. پس بنابراین گناه معصیت، حالا ممکنه هر چی باشه، در هر مصداقی، خوردن مال مردم باشه، نگاه کردن به نامحرم باشه و و و و الی ما شاء الله. پس باید مواظب اینا باشه انسان، وگرنه ممکنه خط سیر انسان به صورت 180 درجه چی کنه؟ تغییر کنه. حالا یک سوال دیگه در دل این سوال به ذهن ما رسید، خب چقدر خوبه که انسان به فکر دوستای خود باشه. خب حتما ایشان آزار داره و به این فکر شده، به این سوال به ایجاد آمده که چرش چی شده ایره و دنبال یک راهکار هستش. حالا خود این نفر که سوال کرده، آیا باید قطع رابطه بکنه با او شخص یا نه باید رابطه را ادامه بده؟ من یک مثال خدمت شما عرض کنم که امی کسایی که معتاد است، معتاد به مواد مخدر و الکل و چیزهای دیگه، یکی از اصول اساسی در ترک اعتیاد به مواد مخدر یا الکل ایست که انسان با دوستای سابق هم کاسه بوده، هم پیاله بوده،
هم سفره بوده و هم دود بوده اند باید کات کنه، یعنی قطع رابطه کنه واقعا به انسان، چرا تاثیر میذاره دیگه اگر نمیتونه روش تاثیر بونه، اگر نمیتونه که قطعا نمیتونه نه. چون انسان ضعیف نفسیه، ولی اگر او در او مرحله رسیده که از بالا اشراف داره بقیه را میخواد عوض کنه خوب گپی نیست، ولی اگر نمیتونه بهترین راهی است که کلا از این بله باید برطرف بله. بتونه انشالله نجات پیدا کنه. واقعا همین رقم از استادم اشاره فرمودن که 4 بار در قرآن اشاره شده فلینظر الانسان الی طعامه، خب این طعام جسم باشه قطعا طعام روح هم او به طریق اولاست، بله مهمتر هستش قطعا خدای تبارک و تعالی وقتی میگه فلینظر الانسان الی طعامه، ای که به پاکی و نجاست از این توجه کنیم، ای که از هر من شمسه یه لازم بله. نیست که مثلا دستور بده خدای تبارک خریده شده، چه راهی چگونه بسیار عالی و واقعا الان همین فضاهای مجازی هم همین گروه ها همین اعتقادات اینا دارن نشر میتن، خب باید آدم حواسش باشه. به زمان میان برنامه رسیدیم به اتفاق شما بینندگان عزیز و استاد محترم، میریم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ساعت پخش برنامه های آموزشی مکتب هادی، شنبه ریاضی صنف 7 10 تا 10:30، کیمیا صنف 8 10:30 تا 11، دری صنف 9 11 تا 11:30، یک شنبه کیمیا صنف 7 10 تا 10:30، فیزیک صنف 8 10:30 تا 11، بیولوژی صنف 9 11 تا 11:30، دوشنبه فیزیک صنف 7 10 تا 10:30، ریاضی صنف 8 10:30 تا 11، کیمیا صنف 9 11 تا 11:30، سه شنبه بیولوژی صنف 7 10 تا 10:30، دری صنف 8 10:30 تا 11، ریاضی صنف 9 11 تا 11:30، چهارشنبه دری صنف 7 10 تا 10:30، بیولوژی صنف 8 10:30 تا 11، فیزیک صنف 9 11 تا 11:30. مکتب هادی، دریچه دانایی. دلا در خانه ابن الرضا، ابن الرضا را بین، چراغ و چشم زهرا و علی مرتضا را بین، ز انوار رخ ابن الرضا روشن فضا را بین، فروغی دلنشین و دلربا و جان فضا را بین، عروس حضرت زهرا بهار شادی آورده، برای شیعیان امشب امام هادی آورده. صلی الله علیک یا علی ابن محمد الهادی. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی. رسیدیم به قسمت دوم از برنامه که در خدمتان هستیم با سوالاتی که در خدمت استاد محترم هستیم. خب استاد سوال کردن از در مورد غسل روز عید غدیر که آیا با این غسل میشه که کسی نماز هم بخونه یا نه، تا من شماره عزیزمان رو پیدا کنم شما محبت کنید. بسیار خوب. و حضرت آیت الله العظمى سیستانی در همین رساله جامعشان جلد اول حدود 26 غسل معظم الله نام میبره که میفرماید این غسل ها استحبابش ثابت شده، یعنی به دلیل معتبر استحبابش ثابت شده، بنابراین با اینا وقتی که انسان اینا رو انجام میده، از جمله غسل جمعه و غسل شبهای ماه مبارک رمضان و غسل نهم ماه ذلحجه که روز عرفه باشد، دهم ذلحجه که روز عید باشه، و همین رقم نام میبره 26 غسله. میفرماید که اینا استحبابش از معظم الله ثابت شده، و وقتی استحباب یا غسلی ثابت شده باشه برای معظم الله، میفرماید که از وضو چی میکنه؟ کفایت میکنه. بنابراین وضو گرفتن لازم نداره نیست. اما برخی از غسل ها رجاءن انجام میشه، به این امید انجام میشه که خدای تبارک و تعالی ثواب ما لطف و کرامت کنه، از جمله مثلا غسل روز عید غدیر یا غسلی که ما برای زیارت ائمه از دور یا نزدیک انجام میدیم، استحباب ثابت نشده به دلیل معتبر، بنابراین میشود که با اینا رو وقتی انجام داد وضو هم باید گرفت. بسیار مثبت 93 70
6879 نمبر عزیزمون بود که سوال مطرح کرده بودن و اما مثبت 9374 9004 شان سوال کردن که درباره نحوه و چگونگی نیت روزه عید غدیر سوال برشان پیش آمده که آیا کسی میتونه در این روز که خب استحباب داره روزش به نیت نصف روز روزه داشته باشه و بعدن افطار کنه؟ خب نیت روزه عید غدیر هم ایتون نیست که انسان بگه خب فردا روزه میگیرم روزه عید غدیر قربتن الله اکبر. همین که انسان متوجه باشه که فردا به خاطر روز 18 ذی الحجه و روز عید سعید غدیر خم روزه میگیرم که اتفاقا روزش هم خیلی تاکید شده استحباب فراوان داره این کفایت میکنه. اما این که روزه این رقم بگیره که من بر تا نصف روز روزه میگیرم بعدش میخوام افطار کنم، خیلی در اصل نمیخوام اصلا روزه بگیرم. روزه گرفتن این رقم نیست که خب صبحانه نمیخوای بخوره، فقط صبحانه نمیخورم، چاشتم نمیخورم، ساعت 9 در نمیخورم، دزدیکای زور که شد باز روزه خود چی میکنم؟ افطار میکنم. نه این رقم روزه گرفتن هیچ روزه گرفتن نیست، نیتی برای گرفتن روزه نداره. ولی یک نکته هست و اون نکته است که من مثلا برای روزه عید غدیر یا هر روزی که روزه مستحبی میگیرم و روزه دارم یا سحری خستم یا سحری نخستم، به هر حال قرص و محکم این انگیزه است که روزه رو تا پایان روز چی بیتم ادامه بدم. اما یک وقتی یک مؤمنی به شما یه چیزی تعارف بکنه، یک کیک، یک کلوچه، یا شما رو روز دعوت روز تعارف کردن دیگه، بیا شما رو دعوت میکنه به منزل خودش که بیای خلاصه چای و طعام بخوره، کلوچه بخوره، اینجا مستحبه، تاکیدم شده که انسان دعوت برادر مؤمن چی کنه اجابت کنه. و وقتی دعوت برادر مؤمن اجابت شد و شما رفتی و روزه رو شکستاندی و روزه رو افطار کردی، ثواب اون روزه هم به شما داده میشه و این هم که دعوت مؤمن و برادر مؤمن خود اجابت کردی، این هم یک ثواب مضاعفی برش میشه. ولی روزه نصف روزه رو کسی نمیتونه نیت کنه که من نصف روز میخوام چی بگیرم روزه بگیرم. البته برای اشتکا که از اون روزه های تمرینی میگیره ولی اونها اشکال نداره. ولی برای یک مرد کامل، مرد یا یک زن کامله بگه خب من نصف روزه میخوام روزه بگیرم، دیگه در اصل اصلا قصد روزه گرفتن نداره. این راهش هم دیگه استاد نشان دادن دماغ شما دیگه، نیت روزه داشته باشه آدم، نیت محکم. خب امروزم که واقعا روزه ایدم که سنت خوبی هستش، حتی ما خودمان سعی کنیم دیگه رو تشویق کنیم. من یک سوال دیگه، یک شخص دیگه از ما سوال کرد، گفت که ما دو نفر هستیم دیگه همیت روزا مثلا نیت میکنیم که روزه میگیریم، باز ما او رو میگم تو مرا تعارف کن به غذا، ما ایشان رو میگیریم. خب این هم در اصل همون یکی قصد روزه گرفتن نداره این از ما خب ما روزه میگیریم، باز شما ده صبح بیاییم مثلا خانه ما یا ما میایم خانه شما، شما ما رو چی کنین؟ تعارف به غذا کنین و ما دعوت شما رو اجابت میکنم و نه خودگه. اگر اون کس استاد هماهنگی صورت نگرفته باشه، ولی نفر حدس میزنه که شما روزه هستی و این تعارف میکنه، اشکال نداره. اشکال نداره. اصلا بدون شما روزه ای، اصلا بدون شما روزه ای، بگه آقای حسینی بزرگوار شما روزه ای روزه گرفتی، خدا قبول کنه روزه ای دیالتا غدیر خوم، من دوست دارم شما افطار بتونم شما رو افطار کنم. نه هیچ اشکال نداره. بسیار عالی. مثبت 92316 6688 بیننده همیشگی و هموطن گرامی ما از کشور پاکستان است. سوال کردن که ما خانواده بسیار فقیر هستیم خدا انشاءالله، ولی برای روز عید غدیر اینا خوش دارن که تکریمی داشته باشن در این روز، چه کار میتونیم انجام میتونیم با این که وضع ایمان و وضع اقتصادی ما ضعیف است؟ خداوند وجودشان از بلا حفظ کنه. ما برای از اینا آرزوی میکنیم که خدای سبحان از این فقر و فاقه اینا را نجات بده. قطعا انشاءالله که و خاطر بزرگی و عظمت امیر المؤمنین علی علیه السلام هم شده، انشاءالله خداوند دعای ما را مستجاب میکنه در حق این خانواده. خب تنها راهش تکریم از غدیر این است که حتما انسان باید مثلا جشنی بگیره و مجلسی بگیره و مردم نان بده، گرچه تمام اینا کار بسیار خوب و پسندیده و ما توصیه هم شدیم. اطعام در روز عید غدیر بسیار بسیار ثواب داره، یعنی انسان مؤمنین و مؤمنات جمع کنه و به اینا چیه غذا بده و اینا رو دعوتی بگیره یا مثلا شربت بده، هر کار دیگه ای که خدمت حساب شده به مؤمنین و هم مسلمانان بسیار کار شایسته و پسندیده. اما تنها راهش این نیست، مثلا میتونه روزه بگیره، میتونه در این خانه کوچک خودش مادر بگه بچه ها روزای دیگه که ما غذای خوب نمیتونیم بخوریم، امروز یک غذای خوب درست کنه، بگه این غذای خوب به خاطر عید است،
یا روزای دیگه که نمیتونه میوه بگیره برای همین اشتکای خودش امروز به هر حال یک میوه بگیره، یک غذای بگیره، یک لباس خوبی برای ازنا تهیه کنه، خود ازمی بسیار عالی است و برای این فرزندانم میتونه یک حرکت ایجاد کنه که خب این چی روز بود، به خاطر چی مادر ما را اینقدر تحویل گرفت، میگن بله روز عید سعید غدیر خم است. بعدها سوالات براش خلق میشه که چی روزی بوده، به هر حال اینو در مسیر انداخته. پس تنها راهش خرج های آنچنانی و جشن های آنچنانی نیست. با انسان میتونه با بسیار کارهای کوچیکم از غدیر تکریم و تجلیل کنه. بسیار عالی استاد. یک بند خدای این نظر داد، حالا من به بینندگان عزیز اعلام میکنم شاید به درد کسی بخوره بخواین این را عملی کنن. میگفت خب شاید هزینه ها زیاد باشه، آدم نتونه نان چاش بتن نان شا بتن. میگفت شما صبحانه در ظرف های کوچه خورد چند اندازه همسایه خودتان 10 تا 15 تا جور کنین، همین گل صبح ایربو برین، حالا اگر نان گرم هم بود که چه بهتر، یک نوشته ای باشه که به مناسبت عید غدیر برای تعجیل ظهور حضرت، شاید اثرش اندازه یک نان چاشنم باشه یا شاید هم بیشتر باشه که اول صبح به هر حال خب یه چیزی چون کمتر اتفاق افتاده میتونه انشالله با هزینه کم. ولی استاد فرمودن که این فیض اطعام غدیر هم انشالله ما بتونیم عملی کنیم. مگه که آب دریا رو اگر نتوان کشید بله لیک قدر تشنگی باید چشید و الله پاک به کمیت نگاه نداره و کیفیت حتما قابلی نباید باشه. البته که قابلی باشم خوبه. مثبت 93 77 4 برخر 80 96 ایشون شرح و تفسیر دعای سلامتی امام زمان علیه السلام خواسته بودن که بله اجابت شد و به ایشون ارسال شد. و بیننده محترم دیگرمون به نمبر مثبت 93 74 4 برخر 99 10 سوال کردن که اگر کسی در غسل جنابت اول بدنش غسل بده و بعد سر خود بشویه، آیا غسل او باطله یا نه؟ ترتیب رعایت نشه؟ ترتیب در غسل واجب است، چه واجب. غسل جنابت باشه و غسل هایی که بانوان ما انجام میده یا سایر غسل های مستحبی. وقتی که انسان به نیت غسل میره زیر دوش یا شاور، خب اول باید سر و گردن خودش غسل بده. بعد از اینکه سر و گردن خودش انسان غسل داد، میفرمایند که البته برخی از فقها واجب میتونن که اول طرف راست بشوره و بعد طرف چپ را، ولی حضرت آیت الله العظمى سیستانی بین چپ و راست و سر و گردن، فقط بین گردن و بقیه بدن ترتیب چی میدونه؟ شرط میدونه. یعنی اول باید سر و گردن شسته شوه. و این نکته هم بارها ما خدمت شما و خدمت بینندگانم تذکر دادیم که حضرت میفرمایند باید از زیر دوش فاصله بگیره. یعنی آبی که در حال ریختن روی سر و گردن، وقتی شما سر و گردن رو شستی باید فاصله بگیری، یا شیر قطع کنی یا زیر دوش بیای بیرون و بعد مجددا وقتی که میخوای بدنت بشوری دوباره زیر شیر یا دوش یا شاور چی بگیری؟ قرار بگیری. بسیار عالی، تشکر میکنم استاد محترم. و باز هم به زمان میان برنامه رسیدیم و بعد از دیدن میان برنامه انشاءالله با قسمت پایانی برنامه امشب در خدمت شما خوبان خواهیم بود. همراه ما باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والائمه المعصومين عليهم السلام.
خب استاد محترم، سوال ها زیاد است. من چون قسمت پایانی برنامه است، سوال ها رو سعی میکنم تستر بخونم که در جواب های بیشتری عزیزان من منتظر نباشن. مثبت 93 79 86 65، آیا خواندن نماز قفیله همیشه مستحب است؟ حتی اگر نماز مغرب عشا را در وقت خودش نخوانده، نصف شب میخونه، در آخر وقت میخونه، اونجا نماز قفیله جا داره یا نه؟ نماز قفیله یکی از نمازهای بسیار خوبش است که تأکیدم شده. و البته همینج بگویم، اگر کسی نافلی مغرب 4 رکعت است دیگه، نافلی مغرب 4 رکعت است که اگر ایرم بخونه میشه چند رکعت؟ 6 رکعت نافلی مغرب. اینطور بگوی که این نماز قفیله را که میخونم هم نماز قفیله باشه، هم 2 رکعت از او نافله ها باشه، اینم کفایت میکنه. و اما وقت داره، امور هم که شما در جریان هستین، وقتی که خورشید غروب میکنه به طرف مغرب غروب میکنه، بله. خب حمره به طرف شرق ظاهر میشه. این حمره همین رقم حمره سرخی، حمره همین رقم که میای بالا میای بالا میای بالا میای بالا، از روی سر ما که رد شد به طرف مغرب تمایل پیدا کرد، میشه اول نماز مغرب. بعد این حمره همون رقم میره به طرف مغرب میره و طرف مغرب سرخ میشه. بعد از اینکه سرخ شد طرف مغرب، کم کم سرخی از بین میره، تبدیل به سفیدی میشه که میگن شفق. تا زمانی که اون شفق موجوده و تبدیل به سیاهی نشه، چون باز کم کم اون شفق و سفیدی تبدیل به چی میشه؟ سیاهی میشه. تا زمانی که اون شفق موجوده، وقت نماز قفیله هم موجوده. ولی وقتی که شفق از بین رفت و تبدیل به سیاهی شدی، بنده خدا گفته من نصف شب میخونم، 3 ساعت 4 ساعت از شفق چی شده؟ رد شده. بنابراین وقت نافله قفیله گذشته. البته نافله ها خاصیتش اینه که انسان میتونه اینا رو قضا کنه، میتونه، ولی میتونه اینا چیکار کنه؟ قضا کنه. بسیار عالی. ولی وقتش از بین رفته، وقت اساسیش از بین رفته است. خدا توفیق بده که آدم به این مستحبات قدر مهم پایبند باشه. مثبت 93 78 77 86. سوال کردن که اگر نماز آیات برای زلزله به خصوص در موقع خودش خواندن نشود، تکلیف چیست؟ نماز آیات، اخصا نماز آیاتی که برای چی خوانده میشه، زلزله، واجب فوریه. یعنی اگر شخص در همون زمان زلزله اتفاق افتاده بود و این به جای خواندن نماز گریخت، طبیعی است دیگه، انسان میگریزه، مثلا یک جایی پیدا کنه، سرپناهی چیزی پیدا کنه که نجات پیدا کنه. میگه اگر که زمان گذشت از زمانی که متصل به زمان زلزله، مثلا زلزله اتفاق افتاد، همیتون نیم ساعت 40 دقیقه دیگه نخوان، که در او فرض یاد از زمان زلزله یاد بود زمانی که متصل به زمان چیه؟ زلزله است. اگر نخوان بعدا چیزی به گردن از این نیست. یا حتی کسایی که در امو تایم خواب بودن، مثل نگه دیم زلزله را متوجه شدن، یا در امو زمان زلزله نماز خواندن، یا تایمی که متصل به زمان چیه؟ زلزله باشه، مثلا 20 دقیقه نیم ساعت 40 دقیقه بعد اینا نماز آیات خواندن، ولی من خواب بودم، هیچ متوجه زلزله نشدم. فردا که از خواب میخیزیم میگه فلانی شما زلزله رو متوجه شدی؟ میگه نه. میگه 2 بجه شب زلزله بود، کلی مردم متوجه شده، اما ما در خواب بودیم. و گردن بنده هم چیزی نیست. چرا؟ چون تایمش یا خود نمازی که برای نماز آیاتی که برای زلزله میخونیم واجب فوریه، و اون زمان اصلا چیزی به گردن من نبوده، بنابراین قضا هم نداره، هیچ چیزی به گردن من نیست. نه. بسیار عالی. مثبت 93 76 14 61. سوال کردن که من در 2 قریه زمین و خانه دارم، البته بین این 2 قریه فاصله زیاد است، فعلا در قریه اول هستم، در قریه دوم نمازم چه رقم میشه؟ بستگی داره جناب سید بزرگوار. یک وقتی است من در یک قریه زمینم دارم، باغم دارم، ملکم دارم، اما به طوری که اونجا زندگی کرده باشم که مردم بگن این نفر اینجا زندگی کرده، دیگه مسافر نیست. اگر او رقم باشه، مثلا در اون قریه که فعلا آب و خاک داره یا ملک و املاک داره، در اون زندگی کرده باشه، بعد از اون نقل مکان کرده باشه به این قریه که فعلا چی میکنه؟ زندگی میکنه، و در زمان نقل مکان کردم از اون قریه اعراض نکرده باشه که دیگه به این قریه بر نمیگردم، او قریه هم وطنش است، این قریه هم وطنش است، در این قریه هم نماز خودش کامل میخونه، در اون قریه هم نماز خودش چی کامل میخونه، و شرطی که از اون قریه اعراض نکرده باشه. که اگر اعراض کرده باشه دیگه هر وقت به اون قریه برمیگرده، ولا اونجا آب داره، خاک داره، زمین داره، کشاورزی هر چیزی داره، مسافر حساب بشه و باید نمازهای خودش رو بشکنه، شکسته نماز بخونه، و اگر ایام ماه مبارک رمضان روزه گرفته
نمیتونه مگر قصد چند روز کنه؟ ده روز قصد کنه. حالا شاید برای بعضی از بینندگان ما هم این کلمه کمی ثقیل باشه که اعراض کردن به چه نحوه. بسیار خوب است شما، یعنی شخصی که در مثلا ما فرض میکنیم، با مثال میگیم، مثلا ما در غزنی متولد شدیم، زندگی کردیم چند سالی، حال زمینی به وجود آمده، میریم کابل یا برای درس است یا برای تدریس است یا برای تجارت، برای هر کاری است، قصد حرکت میکنیم، کوچ میکنیم به طرف کابل. در خانمانه همون جا است، خانمانه هم هست، ممکنه خانمانه هم نباشه، خانه هم فروختیم، زمینم فروختیم. بعد در وقت کوچ کردن این رقم میگه ما دیگه برای زندگی کردن در غزنی بر نمیگردیم. اینی می نامش اعراضه. اعراض این روی برگرداندن، یعنی تصمیم گرفتن که دیگه بر نگردم. بله بله، لازم نیست که حتما به زبان بگه خب من دیگه برای زندگی کردن به غزنی بر نمیگردم قربت الله. لازم نیست، همه که انسان در قلب خودش بگه که دیگه به همین نیت است غزنی بر نمیگردم برای زندگی، چی آب و خاکش موجود باشه، چی آب و خاکش موجود باشه، یعنی می اعراضه. اما اگر اعراض نکرده میگه خب الحمدلله میرم یک چند سبایی ده کابلم زندگی میکنیم، اینجا خو هست، مال ما از جای ماست، جایداد ماست، خب هر وقت غزنی برگردم مسافر حساب نمیشه. امیدوار هستم که معنی اعراض بله بله بینندگان ما متوجه شده باشه. بسیار عالی. و اما مثبت 98-930-3702 از هموطنان عزیزمان در جمهوری اسلامی ایران هستن که سوال کردن آیا عید دادن در عید سعید قدیر، قدیر خون، فقط اختصاص به سادات دارد یا نه و بقیه هم میتونن در این روز عیدی بتن؟ خب سوال خوبی است. و ساداتی که در جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنن در این روزا در تحت بعضی وقتا خب اگر که انسان خودش انجام بده خب مشکلی نیست با عشق و علاقه، اما بعضی وقتا در فشار قرار میگیره که تو سادات هستی الا و لابد باید به ما چی بیتی؟ عیدی بیتی، روز روز عید سادات، روز چطور است و فلان. اما هیچ کدام از اینا وجه شرعی نداره. روز عید قدیر روز اکمال دینه. الیوم اکملت لکم نعمتی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. پس روز اکمال دینه، الیوم اکملت لکم دینکم، و روز اتمام نعمته. بنابراین این اختصاص به سادات و غیر سادات نداره. هر کسی که شیعه مولا علی علیه السلام است و اعتقاد داره که در روز عید قدیر خدای تبارک و تعالی به پیامبر دستور داد که به صورت رسمی و در یک اجتماع عظیم مولا علی علیه السلام را به عنوان جانشین خود تعیین کن و بگو من کنت مولا فهذا علی مولا. هر کسی که چنین خط فکری داره میتونه به شکرانی از این روز، به خوشحالی از این روز، به خوشحالی قلب رسول الله، خوشحالی قلب ائمه عیدی بده. بس اختصاصی به سادات و غیر سادات نداره. اگر اون رقم باشه که هر تولدی باشه که دیگه باید ما عیدی بتیم، رقمی نیست. در تولد ما زمان هم که باید ما عیدی بتیم، نه این گپ نیست. هر کس که شیعه مولا علی علیه السلام هست، شیعه علی به دستور پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. و نفس یک کار استاد دیگه خیلی زیباست دیگه، به او اعتقادی که به محبتی که به امیرالمومنین علیه السلام و ائمه معصومین داره او شخص هدیه میده، خب قطعا این تأثیری که میمانه خب یک خوشی داره بر او میده، او تأثیر رابطه ها محکم تر میشه. بله. چیز خوبیه انشالله که بینندگان عزیز. بسیار چیز خوبی. بله. بسیار چیز خوبی است. بله. بسیار عالی. مثبت 93-79-89-76 چهار نمبر آخرشان سوال کردن که سجادش، سجاده نمازشان روش آیات قرآن نوشته است و در وقت نماز خود چشم به آیات میخوره و یه آیات هم قرائت میکنن، آیا در نمازشان اشکال وارد میکنه؟ یعنی البته شما گفتین قرائت میکنه، اگر قرائت کنه یعنی خواندن صدق کنه، اون نمیشه که نمیخونم اینا رو. بله باطله. ولی یک رقم خواندن با چشمه که ما خیلی از اوقات مطالعه میکنیم، شما به کرات بله. مطالعه کردیم با چشم مثلا مطالعه میکنه، مثلا نوشته که آرایشگاه فلانی یا مثلا قنادی، همین رد نشه اینا رو، لبش نمیجنبه، زبانش هم نمیجنبه، فقط با چشم مطالعه میکنه. فقها میفرمایند که اگر با چشم مطالعه شوه باطل نیست نماز، اما اگر قرائت شوه زبان به این بجنبه، خب قطعا اگر سهوان باشه که باز یک دیگه، ولی اگر سهوان نباشه همین تو انسان در هنگام خواندن نماز یک دفعه آیه قرآن را که هیچ ربطی به حمد و سوره نداره یا قرائت کنه، خب نماز چی میکنه؟ باطل میکنه. حتی دمو فرضی هم که قرائت نکنه، یعنی به زبان نیاره، زبانش نجنبه، با چشم خودش هم که مرور کنه، دیگه اون نماز نماز نیست. چه مبوسیدی بود
نماز است که باید همون چیزهایی که در نماز واجبه بله. باید همونها رو انسان بخونه با تمام وجود و با حضور قلب، اما نه اینکه چیزهای دیگر هم در ذهن ازو چی کنه مرور کنه. پس بنابراین بهترین کاری است که یک سجاده بسیار پاک و صفا و ستره بدون نقش و نگار و آیات قرآن بله بله. که حواس انسان کمک کنه به تمرکز، بله کمک کنه به تمرکز انسان. چون بعض وقتا دیده میشه نفر مهر میمونه دستر یک کاغذ میمونه شی دستر اون نوشته چیزی خب میبره دیگه، بله ذهن انسان به طرف ازو میره. بله. و اما آخرین برنامه، آخرین سوالی که ما میتونیم از محضرتان پرسان کنیم، خب این سوال پرسان میکنیم با ازش مثبت 93-76-78-04، آب پاک اگر ذخیره بماند و رنگش تغییر کند آیا میتوان با آن وضو و غسل کند یا نه؟ یک دقیقه زمان داره. اگر آب به طوری باشه که مضاف حساب شود، دیدیم بعضی وقت آب که زیاد میمانه یک جایی لجن میگیره، که به تعبیری در علوم و اینا میگن جلبک، یعنی چکسر جلبک های داخل آب سبز میکنه که رنگ آب کلا اینا چی میشن؟ چی میسازن؟ سبز میسازن. خب بنابراین او آب میشه آب مضاف، یا مثلا از خارج یک ماده به ای آب اضافه شده، یک رنگ اضافه شده، یک خاکی ریخته، یک گرد چیزی ریخته و در اثر ماندن طولانی مدت آب رنگ آب چی پیدا کرده؟ تغییر پیدا کرده. اگر واقعا به این آب آب مضاف بگن، یعنی یک چیزی به این چی شده اضافه شده، نه دیگه وضو گرفتن با آب مضاف و غسل کردن با آب مضاف یعنی جایز نیست. و اگر کسی با آب مضاف وضو بسازه و غسل بسازه، غسل و وضوش باطله. و وقت غسل و وضو باطل باشه، خدمتتون عرض کنم که اون کارهای دیگه که نمازی که میخونه اون هم چی میشه؟ باطل میشه. اما یک وقت طعمش عوض میشه، ولی طعم نجاست نمیگیره. چون اگر یک وقت آب طعم نجاست بگیره، اون آبم نجس میشه، در صورتی که آب طعم نجاست بگیره. نه طعم نجاست نگرفته، به طعم دیگه گرفته، اما خود آب مطلقه، یعنی چیز بهش اضافه نشده دیگه، ما با اون آب مضاف نمیگیم، هیچ اشکالی نداره، میتونه باش وضو و غسل بگیره. تشکر میکنم استاد محترم، انشالله که باز هم توفیق باشه از محضرتون استفاده کنیم و همچنین از همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان بودین کمال تقدیر و تشکر داریم و تا دیدار بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان میسپاریم. خدایا رو نگه دارتان.